مولوی صاحب د افغانستان د علماو د خوانه د طالبانو د خوانه خدا وخت نه کیدله د یو څه د سیاسي د خوانه د وخت نه کیدله امریکایان دی وزي د وخت نه ډیر ځل مطرح شوی دا وخت نه د په یو شکل ولسی جرګه کې مطرح شوی دا مشرانو جرګه کې مطرح شوی دا چې امنیتی تړون باید د منځ لاړ شي خو معنی همدغه ده لیکن کله چې دا د افغانستان د علماو د خوانه مطرح کیږي او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د بیلابیلو سیمو د علماو نه تقریبا د ټول افغانستان علماو نه دا مطرح کیږي د دې اهمیت څنګه ارزوي تاسو جناب زواک صاحب د دې اهمیت خو ډیر اوچت ده ځکه دا خلک نه طالبان دي نه د دولت طرفداران دي نه کوم نهاد پورې مربوط دي دا کسان دي چې د دې ملت خل دي د دې دین خل دي د دې وطن خل دي په دې وطن کې زوریدلې دي د دې احمد ډیر اوچت ده ما مخکې تاسو ته حدیث ویلو جناب مولوی صاحب تاسو د ورونو واورید چې دا هغه علما دي چې علما ورثه الانبیاء هر عالم نه ګوره هغه عالم چې د پیغمبر په پل خپل پل خي عالم چې د پیغمبر هر قدم تعقیب کړي هغه د پیغمبرانو وارثان دي دا خلکو ما غایات ولستو چې تعاونوا علی البر و تقوا اوس به یو نیک سړی ملاتړې نو د عالم نه بنې څوکي د علماو د ډلې نه د علماو د قشر نه به څوک قشري د دې اهمیت ډیر اوچت ده په موږ ټولو مسلمانانو لازمه ده په ټولو علماو لازمه ده چې دا غو چت کو چې موږ د فرا علماو دغه مشروع غوښتنه ته موږ ټول لبیک وایو او د دې سره زمون غاګ یو غاګ ده زمون خواسته یو خواسته ده موږ داسې نشو کولای چې دا غواغونه علما راټول شي کلو باندو منطقونه او هغه غاګو کې هغه ته ټول دین معلومي مولوی صاحب کله چې د یو هیواد علما دغه په دغه سویه باندې یو غوښتنه کوي او ډېر ستنه دا نو اوس یوازې د علما غوښتنه پاتې کیږي کنه دا د ملت غوښتنه ده دا د ملت غوښتنه ده دغه هر عالم له جمعیت تر وتلې ده د یو مدرسې نه راغلې ده د یو مسجد نه راغلې ده د یو جامع جمعیت نه راغلې ده د دغه ټول ملتونو چې د هلته موجودو د دودو شولایتونو کسان چې هلته موجود دي د دودو شولایتونو د ملت نمایندگان دي هغوی او هغه نمایندگان چې هغه مشروع نمایندگان دي هغه منل شوي نمایندگان دي هغه واقعي نمایندگان دي هغه د خلکو ته منل شوي نمایندگان دي هم په دین کې هم په دنیا کې په دنیا کې ورپسې اقتدا کوي او په دین کې ته پښتنې کوي اوس که چیرې موږ ځان سره سوچو کو چې دغه خبره چې دغه علماو کړې ده دا یوازې د دې علماو خبره ده نه دا د هغه ملت خبره ده چې د افغانستان په دې خاوره کې پراته دي اخل چې په اصطلاح باندې د دې خاورې زندگی ورپورې مربوطه ده زمونږ روح علما دي زمونږ روح دین ده که زمونږ د مابین علما وځي موږ ټول مړ یو دغه ملت هم په دې فکر کوي دغه 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 دین هم زمونږ همدغه ده نو ما مخکې یو خبره کړې وه که ستاسو خیال وي ما چې اوله خبره ما دا وکړه جناب زواک صاحب چې دا زمونږ عقیده ده او په دې موږ قرباني ورکړې دي او دې ملت را سره شریکه قرباني ورکړې ده دا زمونږ خاوره ده په دې هر لښت کې زمونږ ډېرې وینې توی شوې دي موږ به هغه شهیدان ته څه ځواب وایو چې هغه هلته موږ ورشو موږ په دې ایمان لرو چې موږ مړ کیږو کله چې موږ هغوی ته ورشو موږ نه پوښتنه وکړو چې تاسو څه وکړو موږ به ورته ویلو چې موږ دا ستاسو ټولې قربانۍ دغسې په سین لا وکړې چې موږ هم په سترګو نشو لیدلی دا به ډېره غلطه خبره وي درېیمه یو سالم او صالح حکومت ته هم موږ احترام لرو چې هغه د دې ملت له منځه سالم او صالح حکومت سالم او صالح حکومت سالم او صالح حکومت زما په نظر هغه حکومت ته ویلی شي چې د دې ملت ټولو مشروع خواستو ته په لبیک باندې ځواب ووایي او خپل قوت ورسره یوځای کړي او که چیرې حکومت د دې سالم او صالح حکومت نه او د دې خواستو ته ځواب ونه وایي دا بیا د دې ملت حکومت نه ده بیا دا د خپل ځان حکومت ده او ځان پورې اړه لري درست جناب استاد نه تنها برخورد حکومت طبعا علمای افغانستان وقت چجین یک خواسته نه مطرح میکنه خواسته که قبلا نه مطرح شده از طرف ولسی جرگه مشران جرگه به نحوه لیکن علمای افغانستان به شکل بسیار واضح این خواسته نه مطرح میکنن مکلفیت حکومت چیست؟ آیا میتونن هم قسم باسانی عبور کنن از ای یا اگر توجه نکنن به این پیامدش چگونه ارزیابی میکنن؟ ما پیشتر هم گفتم که علمای افغانستان
که غیر وابسته به حکومت هستن و غیر وابسته به مخالفان مصالح دولت هستن، با خارجی ها طبعا به این صورت وجه مشترک ندارن. در صورت موفق خواهند بود که سلسله را ادامه بدن و ای از حواشی و ولایات افغانستان به مرکز پایتخت قلب کشوری حرکت انتقال پیدا کنه. من یقین کامل دارم که از حمایت تمام مردم افغانستان برخوردار میشه و اگر خدای نخواسته با دستای مری و نامری سازمان های جاسوسی و استخباراتی منطقه و جهان باز در حرکت زی دخل شد، باز حرکت متاسفانه به بنبست میرسه و به افتضاح میانجامه، خدا نکنه علیاذ بالله. این حرکت باید ادامه پیدا کنه و در یک نقطه خاتمه پیدا نکنه و با صدور یک اعلامیه و یک ابلاغیه اکتفا نکنه و این حرکت تسلسل منطقی داشته باشه و اون قسمی که این حرکت در هرات یک ولایت مهم افغانستان اونجا صورت گرفت باید در ننگرهار یا در جلال آباد صورت بگیره، یه حرکت در خوست صورت بگیره، یه حرکت در قندوز صورت بگیره، یه حرکت در شمال افغانستان فرض مثال در ولایت بلخ مرکزش مزار شریف یا در سمنگان و بعدا در ولایت کابل که پایتخت کشور است یه حرکت صورت بگیره. منتها من همیشه روی معقولیت تاکید میکنم، ما باید هیجان زده نشیم. تقاضای معقولیت برای حکومت چیست؟ بله. چون اگر حرکتی وجود داره توضیح میکنم منظورم از معقولیت است که حرکت هیجان زده نشه، حرکت سیاسی نشه و حرکت جانبدار نشه. و اگر حرکت متهم شوه، حرکت علما را میگم یا می جنبش علما را، اگر خدای نخواسته متهم شد که مربوط به تنظیم و تنظیم و کشور و کشوریایی جنایایی اپوزیسیون یا حتی حکومت باشد، باز خدای نخواسته این جنبش یا حرکت خودجوش علما بدنام میشه. کاری که دشمنان اسلام همین چیزا میخوان و منافقین که در کمین ششتن دنبال همین فرصت هستن، نباید این فرصت علمای هوشیار و بیدار افغانستان به عناصر مخرب و منافقین بده که این حرکت بدنام شود. میمانه مسئولیت حکومت. به سوال شما برمیگردم، اگر حکومت مدعی است که ما منبعث از اراده مردم هستیم که قطعا ما به این باور نیستم و اگر حداقل میخواه افکار ما را بدون شک علما آینی افکار همه جامعه افغانستان هستند، اگر میخواین افکار همه را بهش واقع قائل شوند، احترام قائل شوند، خب این صدای ملت افغانستان است. صدای ملت افغانستان از انجری علما وقتی که شنیده نشه، پس از کدام انجری شنیده؟ از انجری جامعه مدنی فاسده که وابسته یا جامعه مدنی اینجوری که وابسته به سفارتخانه و جاسوسخانه است او صدای ملت است، یا رسانه های مزدور و معلوم الحال که کل ملت افغانستان را میشناسه آیا یا آینی افکار جامعه هستن؟ یا مثلا جریان های سیاسی معلوم الحال که وابسته به جانب هستن آیا یا آینی افکار جامعه افغانستان هستن؟ بدون شک که نیستن. ما فکر میکنم که علما هم قسمی که پیشتر مولوی صاحب عرب گفت و از این صاحب گفت، خودم هم تکرار میکنم که علما بدون شک وارثین پیامبر هستن و علما جایگاه خاص خود در جامعه افغانستان دارن و از امامدارا میگیم هر نظامی که به زمامدارای افغانستان پشت کرده او را خدا با خود داده و رسوای ساخته. و ما یادتان باشه علمای وارسته گفتم، نگفتم که علمای آلوده و علمای درباری و علمای در خدمت اجانب، علمای وارسته و علمای راستی نگفتم. بنابراین صدای علمای افغانستان باید نظام حاکم بشنوه، صدای علما را ملت حتما لبیک میگه و باید لبیک بگویه و به خارجی هم با استفاده از تریبون تلویزیون کابل نیوز خطاب میکنم که اگر شما به دموکراسی باور دارین که حق خود ارادیت ملت ها را احترام میکنین، نظر به منشور سازمان ملل متحد و نظر به قوانین بین المللی، خب بدون شک بیاین یک رفراندوم در افغانستان برگزار کنین، یک رفراندوم آزاده بی طرفه که آیا شما را ملت افغانستان قبول میکنه با استثنای معدود از مزدورای معلوم الحال. بدون شک شما را کس قبول نمیکنه. پس باید اگر یک موبت تصمیم دارین که افغانستان را ترک کنین و بلجوار باید افغانستان را ترک کنین، باید 15 روز با تصمیم بگیرید که بار بنیتان از این کشور جمع کنین. ولی ما خواهان تقسیم اوقات زمانی معقول
و منطبق با واقعیت عینی جامعه افغانستان برای خروج قوای خارجی از افغانستان هستیم و نمیخوایم در افغانستان خلای قدرت وجود داشته. چرا خلای قدرت امو قسمی که در فردای سقوط رژیم بازمانده تجاوز شوروی نجیب صورت گرفت که بسیار بر ما گران تمام شد، ما نباید بگذاریم که چی واقع بار دیگه در افغانستان تکرار شه. بنان استپ به استپ، مرحله به مرحله قوای خارجی برای و نقطه آغاز و انجام قوای خارجی در مذاکرات صلح در سرلوحه کار دولت و شورای عالی صلح و نهادهایی که بر صلح کار میکنن باید قرار داشته باشه و خارجی ها باید متقاعد شون و به این امر واداشته شون که شما خواهی نخواهی خاک افغانستان ترک کرده نیستین و اگر ما اگر شما در فکر اشغال افغانستان هستین این خیال است و محال است و جنون و ملت افغانستان هر چیز قبول نمیپذیرن. بله اشغال به هیچ صورت و به هیچ وجه منال وجود فلحاظ بهتر است که بله بله خروج ابرومندانه سرش بله بله ورنه خود طبعا بله دکتر صاحب توقع شما از طبعا علما یک مکلفیت بسیار مهمه دارن و یک کاری بزرگ را انجام دادن، یک قسمت بزرگ از مکلفیت خودم، لیکن تمام ملت افغانستان و خصوصا احزاب و تنظیم ها آنهایی که مدعی رهبری افغانستان هستند، مدعی رهبری جهاد هستند، توقع شما از یا چیست؟ ببینید در پیام علمای جلسه سرتاسری علمای افغانستان مجمع جامعه روحانیت افغانستان که در برگیرنده علما مشایخ طلاب علم حفاظ قرآن کریم سادات مشایخ در افغانستان است، پیام واضح و روشن این پروگرام هرات که مجلس نماینده بود، ما مجلس 500 نفر نبود جناب زواق صاحب، 500 نفری که آمده بودن از چندترین علمای افغانستان از 32 ولایت افغانستان اینا با از نمایندگی میکردن از نهادها و از مدارس دینی و همچنان از مردم افغانستان. پیام واضح مشخصی است که ملت افغانستان علما یک گام برداشتن به خاطر اقامه صلح و نجات کشور، یک صدا بلند کردن، وظیفه عالم بیان است، تبلیغ است و رهبری و رهنمایی است. علمای شما که نه به هیچ جهت وابسته نیستن، علمای مستقل افغانستان که علمای اصلی افغانستان و اکثریت علمای افغانستان مطلق علمای افغانستان همه علمای افغانستان اینمی برنامه را علمای افغانستان همین فکر نظر دارن. به این خاطر گام برداشتن، توقع علمای افغانستان از ملت افغانستان نیست که از این حرکت پشتیبانی بکنن و به خاطر نجات خود افغانستان علمای خود همکاری بکنن، در عقب علما استاد شوند و صدای علما را لبیک بگویند و همچنان توقع علما از شخصیت‌های سیاسی، شخصیت‌های جهادی، مجاهدین افغانستان، متنفذین افغانستان، جوانان افغانستان، مردان افغانستان، زنان افغانستان، قاطبه ملت افغانستان با تمام اقوام و اطیافش است که از حرکت علمای افغانستان به خاطر اقامه صلح و نجات کشور حمایت بکنن و پشتیبانی بکنن و در این قدم طبعا روشنفکرها، استادان، دانشمندان، رهبرای سیاسی، هر کسی که به وطن مخلص است، به سرزمین مخلص است، افغانستان دوست داره، اسلام دوست داره و خیر و فلاح و سعادت افغانستان میخواهد، پیام واضح و روشن و مشخص علمای است که از حرکت علما حمایت بکنن و طبعا در این حرکت علمای افغانستان ان شاء الله تعالی خیر کشور میخوان، فلاح کشور میخوان و یک بار دیگه توقع علما از حکومت افغانستان هم ایست و از تمام از مخالفین دولت افغانستان هم ایست کنه همیشان به صدای علما را لبیک بگوین و حکومت باید جدا حساسیت قضیه را درک بکنه، متوجه نزاکت ها باشه، حساسیت را درک بکنه و باید و خواستای معقول و مشروع ملت افغانستان که از حنجره و زبان علما بلند شده لبیک بگه. به این خاطر این خواستا معقول است، خواستای غیر معقول نیست، خواستای مطابق آرمان ملت افغانستان است. اگر حکومت اعتنایی نمیکنه پیام دیزی به حکومت چی خود بود؟ حالا کل حال طبعا یکی حرف است و قضیه است، لیکن من پیشتر هم اشاره کردم که علما یک موضوع را بحث کردن، گزینه های مشخص موجود است، امیدوار هستیم ما ان شاء الله که حکومت افغانستان دقیقاً درک بکنه و یعنی حکومت باید خواست ملت باید لبیک بگه و خارجی هم باید درک بکنن که ملت افغانستان اوزار درک میکنه و خواهان استمرار بقایشان بر مدت نامحدود نیست. جنرال نیکلسون دیروز در قندهار به شدت بر استمرار جنگ، یعنی به شدت جنگ و استمرار جنگ و یعنی به استمرار
جنگ در افغانستان تاکید میکرد استمرار جنگ مانعش کشتن ملت افغانستان است، قتل مردم افغانستان است و ایرانی افغانستان است. به این خاطر ما گمان میکنیم که اگر خارجی ها به استمرار جنگ در افغانستان اصرار بکنن، نفرت و کراهیت مردم افغانستان در برابر خود بیشتر میسازن و این به خیر هیچ کس نیست. و مثل که بیشتر جناب استاد اشاره کردن، ملت افغانستان، مردم افغانستان، ما خواهان رابطه خوب با تمام کشورهای جهان هستیم، رابطه مسالمت آمیز مبنی بر احترام متقابل و احترام ارزش ها. لیکن اون است که ما حق داره، ملت افغانستان حق داره که ملت هر ملت دیگه آزاد باشه، آرام باشه، در رفایت به سر ببره، کشور جنگ نباشه، افغانستان آرام، افغانستان مستقر، افغانستان خوب، عضو بهترین جامعه جهانی و سربلندی هم به افغانستان خوب است، هم به منطقه خوب است، هم به جهان. عموم خارجی های پیام درک بکنن و دولت مردان هم درک کنن که همون شعر علامه اقبال است که آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است، از کشاد او کشاد آسیا، از خراب او خراب آسیا. به این خاطر خیلی مهم است که ما افغانستان آرام مستقر داشته باشیم و انشاءالله امیدوار هستیم که این ملت به طرف خیر بره و فلاح و استقرار بره. و گام علما و همایش بزرگ و تاریخی علمای افغانستان در هرات انشاءالله یک گام مهم در این جهت است. علما منتظر هستند که رهبرای سیاسی افغانستان، ملت افغانستان، رسانه های افغانستان خصوصا ای در جهت از این حمایت بکنن، صدای حمایت بکنن. انشاءالله تعالی که ما کشور کشتی و آشوب زده کشور وسایل نجات بره انشاءالله تعالی. بسیار زیاد تشکر. تشکر سر منون خیر هستید. تاسو نه هم منان تروس پوری مونږ سره وای راتلونکي باس پوری خدای سپارو الله وو.